خب از آغاز امر دولت یازدهم ما شاهد اون بودیم که ما با یک مشکل بزرگ سیاسی و اقتصادی روبرو هستیم. از ابتدا هم که بنده آمدم در رقابت‌های انتخاباتی به خوبی می‌دونستم که ما با مشکل بسیار بزرگی مواجه هستیم. آمار ارقام روشن بود اون وقتی که در سال 92 ما آمدیم تو رقابت انتخاباتی، معلوم بود وضع تورم چیه، معلوم بود وضع رکود چیه، معلوم بود وضع سرمایه گذاری چیه، معلوم بود وضع ما با دنیا چگونه هست. خب این قبلا هم من گفتم این تعبیر رئیس جمهور فرانسه است، رئیس جمهور قبلی، که اولش در یک جلسه به من خصوصی گفت، بعد یک بارم که من پاریس رفتم در حضور خبرنگارها گفت. گفت ما شش کشور قاطعانه تصمیم گرفته بودیم برای حمله نظامی به ایران و مصمم بودیم که در سال 2013 این حمله انجام بگیره. بعد از انتخابات در سال 2013 و شرایط دولت در ایران ما رو دچار تردید کرد و بعد منصرف شد. یعنی حضور مردم در یه انتخابات، یعنی ایستادگی مردم، و اینم آمد هیچ که تکذیب نکرد، این آمد پشت بلندگو گفت که ما شش کشور متفق شدیم که به ایران حمله کنیم، هیچ کشوری هم نیومد تکذیب کنه که نه اینجور نبوده. برای ما روشن بود که ما در چه شرایطی هستیم، برای شخص من روشن بود ما در چه لبه‌ای قرار گرفتیم. اما مردم ما آمدند در این راستا در کنار نظام و دولت قرار گرفتند. از همون آغاز دولت یازدهم شما در افکار عمومی جامعه ما و در انتظارات تورمی تغییر رو به طور کامل مشاهده کردید. من تو گزارش صد روز اول وقتی گفتم ما در دولت یازدهم تورم رو میرسونیم، تک رقمی میکنیم، هفته بعد تو جلسه اقتصادی همه مسئولین اقتصادی به من ایراد گرفتن، گفتن چرا شما گفتی در دولت یازدهم ما تک رقمی میکنیم؟ مگه میتونیم همچین کاری بکنیم؟ مگه شدنیست؟ تورم 40%، شما تک رقمی کنی؟ خود اقتصاددانهای ما باورشون نمیشد که این کار امکان پذیره، و این کار رو ما قبل از موعد انجام دادیم. یعنی ما گفتیم تا پایان دولت یازدهم، تو وسط دولت یازدهم، تو وسط سال 94 این تورم ما تک رقمی شد. 94 تک رقمی شد، 95 تک رقمی بود، 96 تک رقمی بود، حتی اوایل 97 این روند ادامه پیدا کرد. خب این چی باعث شد؟ امید مردم به آینده، اینکه مردم دیدن مسائل در حال حل و فصل، یکی بعد از دیگری گره ها باز میشه. خب ما میدونستیم که اقتصاد ما یک بخشیش وصل به سیاست و سیاست خارجی است. یک کسی بگه من به سیاست خارجی کار ندارم، من به دنیا کار ندارم، کاملا درونگرا هستم، داخل دروازه هام فکر میکنم، اقتصادم همه مشکلاتش رو حل میکنم. حالا من بلد نیستم، البته اقتصاددانم نیستم، ولی بلدم نیستم که اگر اقتصاددانی بلده بیاد به ما بگه که تمام روابط خارجی تخریب شده باشه، به هم ریخته باشه، مردم احساس کنن شرایط هر روز سخت‌تر میشه، تحریم‌های بین المللی به ما فشار بیاره، در فروش محصولات ما از جمله نفت با مشکلات مواجه باشیم،
اما اقتصاد مملکتم هیچ دست نخوره. این حالا حداقل من بلد نیستم. به نظر من در دنیای امروز همه دنیا به هم متصله. اینجوری نیست که شما بگید اقتصاد بره کار خودش انجام بده. اقتصاد به فرهنگ چه ربط داره؟ کاملا به فرهنگ مرتبطه. اقتصاد چه کار به سیاست داره؟ حتما به سیاست مرتبطه. اقتصاد چه کار به امنیت داره؟ حتما به امنیت مرتبطه. شما تو شرایط جنگی یا در شرایط صلح، شرایط اقتصادی تو متفاوته. تلاش دولت این بوده که یک ثباتی رو و یک امیدی رو نسبت به آینده به وجود بیاره، جلو برخورد نظامی رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره، و این کار رو روزانه انجام داده. روزانه یعنی همین دیروز، یعنی همین امروز. من روزانه مراقبت میکنم. من به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت میکنم. نمیتونم همه چیز رو اینجا بگم و گفتنی نیست فعلا، اما اگر مراقبت مداوم انجام نگیره، بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است.